سلام، خوش آمدید بیننده های عزیز و به یکی از ویدیوهای جدید ما که درباره پای هکاتون اپ ایده است. اما قبل از آن بخواییم که شروع بکنیم، دوستا ویدیو مرا لایک بکنید و چینل مرا سابسکرایب بکنید و به دوستای خود هم شیر بکنید. پای هکاتون یک اپی ایدیای جدید خود مثلا شیر کرده که اینجا میگه که پای هکاتون فرصت برای توسعه پای اپس تا به برنامه هایی را در بستر دهد که خدمات و زیرساخت های واقعی را در دیدمور ایجاد کند و روی دکمه بالا کلیک کنید تا در مورد معیارهای قضاوت ایده های برنامه ها برنامه ای که تیم اصلی مایل به مشاهده بیشتر درباره هکاتون هست بدانید. دوستا در اینجا بالای رید مور کلیک میکنیم. دوستا اینجا مکمل دیگه معلومات دیشه برای درباره هکاتون اپ ایدیا برای شما دوستا اینجا ارائه میکنه که when reviving commentary application the Pi core team city will look for the publish it project that other to the below criteria. خب دوستای گلوم، اگر مثلا ایره بخوایم که در فارسی ترجمه بکنیم که چی میگه، ایره ما برای شما آره فعلا به خانش میگیرم. ایده های برنامه هکاتون هنگام بررسی برنامه های جامعه تیم پای کور سیتی به دنبال پروژه های جلا است که به معیارهای زیر پیروی میکند: قابلیت استفاده و دسترسی فعلی ابزارهای کاربردی و مفید برای اشکال مزیر و جریان تجربه کاربری اصلاح شده و افزایش مشارکت پیشگامان، رشد کاربر برای خود برنامه و بستر پای در از طریق مکانیزم های رشد ارگانیک، رتبه بندی های جامعه توانه معامله از طریق ادغام مناسب تست پای. علاوه بر این سیتی انواع برنامه هایی را که ما دوست داریم ساخته شده ببینیم ذکر کرده است. فهرست ما به دو دسته تقسیم می شود: برنامه های دارای اولویت با پشتبانی از سیتی و سیتی تو، سایر برنامه های متمرکز بر جامعه. برنامه های دارای اولویت بالا، برنامه مشتری خود را پیشناسیم، یعنی KYC، یک پروژه مدیریت هویت منبع باز که ممکن است مختص کشور باشد. برنامه سازمان غیر متمرکز خودمختار DAO، یک پروژه حکومتی که در آن نظرات و تصمیمات جامعه از طریق یک سیستم رایگیری شبکه ظاهر می شود. برای انتخاب محلی در پست های رهبری کمیته نامزادها باید بتوانند مشخصات رزومه و مواد درخواست ارسال کنند. این سازمان غیر متمرکز انتخاباتی به پیشگامان اجازه می دهد تا ایده ها و پیشرفت هایی را برای شبکه به طور کلی از طریق ارائه پیشنهادات و حامیان نمایندگی و بررسی پیشنهاد دهند. برنامه ویکی پایگاه داده ای رو به روی کاربر که در آن مدیران پای می توانند محتوای متن، تصویر، ویدیو را ارسال و ارائه کنند تا از آموزش جامعه در مورد پای پشتیبانی کنند. به عنوان مثال نحوه استفاده از برنامه یا نحوه ابیابی مشکلات. برنامه باگ تریکر، پروژه ای که در آن پیشگامان می توانند گزارش هایی در مورد اشکالات یا مشکلات شبکه ارسال کنند. از آنجا دیگران باید بتوانند تجربه خود را در مورد همان مسئله گزارش دهند و اعضای تیم اصلی می توانند اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده و گزارش دهند که اشکال برطرف شده است. برنامه های شبکه تبلیغاتی، یک بازار تبلیغاتی که در آن جامعه پای می توانند با پای برای خرید تبلیغاتی که در مرورگری پای نمایش داده می شود پول پرداخت کند.
برنامه های متمرکز بر جامعه، برنامه وفاداری، برنامه ای که صاحبان فروشگاه های محلی می توانند در صورت استفاده از کارت های کاغذی برای دیجیتال کردن برنامه های وفاداری خود استفاده کنند. آخرین بار که از فروشگاه چای بوبا دیدن کردید که بود، آنها هنوز مجبور بودند کارت فیزیکی را برای شما مهر کنند. خود تصور کنید این فروشگاه می توانند یک کدی QR را به شما نشان دهد و دقیقا همان کار را در یک ثانیه از طریق مرورگر پای انجام دهد. صاحبان فروشگاه ها نه تنها می توانند برنامه وفاداری مدرن ایجاد کنند، بلکه تیم های خود را برای کسب درآمد از پای تقویت کنند. خب دوستای گلم، اگر همین قسم که میخواین که درباره نیوز اپ ایدیا مثلا معلومات دیگه بگیرین، اینجا مثلا دیگه درباره ایمیجش هست، گیم اپس هست، کوایز اپس هست، سروی اپس هست، اینا را هم میتونین شما دوستا معلومات بگیرین درباره شی. To read this detail on the Pi Network Media Medium page click. بله دوستا، پای آفیشیل بلاگ، اینجا هم مثلا دیگه معلومات اضافه تر از اونجا که داده اونجا بود در خود پای هکاتون اینجا داده. خب دوستای گلم، اگر از این ویدیو خوشم آمد دوستا میتونین که چینل مرا سابسکرایب بکنین. سابسکرایب از یادتان نره و در آینده ویدیوهای از این که بهتری بر شما دوستا خواهیم ساخت. با تشکر.